میگم اگر آب به این آقایون ندیم اول پاییز 680 میلیون آب تو سد میمونه. میگن پارسال این موقع سد زاینده رود 850 تا آب داشته، امسال 650 تا داره. میگون بگه 200 میلیون کمتر نی؟ میگن بله. شما قضاوت کنید اگه ما اشتباه میگون به عنوان نماینده شما نگون. میگم سالی گذشته بگه اول مه 550 میلیون آب تو سد نبود، میگن بله. میگم شما همون آب پارسال به ما بدین، حالا اول مه 550 تا نباشد 350 تا باشد. نگاه هم میکنن مثل این که ما دست و جیباشون میکنیم. آقا واقعا بعدم حرفای ناشایسته رد و بدل میشه. یک صحبتی کردم به ما میگن، این آقای نایبی تأکید کردن اینو بگو، به ما میگن سعی کنین حرف نامتعارف نزنین. بنده گفتم دیگه از این کلمات تا تکرار نکنین. نامتعارف اون بود که حقوق ما رو گرفت داد به استان چهارمحال، داد به استان یزد. این جملات گفته شد که من کشاورز مجبور شم زمینی که هزاران سال پدرم به دستم رسونده بود بفروشم به شهریه، آقا بیاد بخرد با زیر پوش دو بندی و شلواره که بالا زانو تو ده ما را بره. اونها حرکت نامتعارف انجام دادن، نه من که اومدم میگم آب به من بده، منی کشاورز که نون خانواده تو رو تأمین کنم. بعد نهایتا میگن ما تصمیم نمیتونیم بگیریم. خاک بر سر ما در این استان که برای آبمون تهران تصمیم میگیره. کجا کشور اینطوره؟ کجا کشور زور بمیاد؟ کجا کشور زمین هست؟ زمینی که 800 سال طول میکشد تا یک سانتش آباد شد به من باید بگم تهران دستور بده. امرو به امینی گفتم آقای امینی بیا تا یه تصمیم قاطع بگیریم، زورم بده رمومت بگه تجاوز به کسی میکنیم، بگه اختلاط کردیم. شما بودین که اکثر دون اکثر اومدین انگشتر به دست با یه قیافه انقلابی مامل سب تو عجسن باشد زور بدنم برو با بعد من باید میگن رفتم برای ساسانی، میگه ما نامه نوشتم برای احسانی، احسانی میگه در اختیار من نیست، خودی وزیر باید بگه. آقایون شرایط خوبه، به پیغمبر پارسال که دوتا کشت انجام دادیم امروز پول نداشتیم دیگه نداریم. آقایون نمیفهمند که از یک هفته پیش تا حالا سهم پاراگواد شده 4 برابر. آقایون نمیفهمند که این پیرانی که من خانواده میخوان بپوشن امسال ولی پارسال 10 برابر افزایش پیدا کرده. به فرموندار گفتم آقای فرموندار شما آخری ما حقوق دایگه نبید ندم از دادشید میگیری و حقوق زندگی ده تعمیم میکنی. کشاورز من تو شرق اصفهان نه خودش داره نه دادشیش، و اینجا میخوام چون دیگه نمیتونم تو سنف بیام میخوام کسی نگه برای کاری تبلیغ